از این پسر هست؟ نه پدر جون، اون رضا است. رضا؟ دختر اون پسر همشان تو نیست؟ اگه صد دفعه بهت نگفتم که زیاد باهاش معاشرت نکن. پدر، اون اومده بریم دادگاه. آخه امروز اولین روز وکالت فرهادی، میخواییم تو دادگاه ببینیم. خیلی خوب، مگه خودت تنهایی نمیتونی بری؟ من میخوام با مادر فرهاد برم، ولی اونم میخواست با ما باشه. خداحافظ پدر. بسیار خوب، ولی میشه بهش بگی این دفعه که دنبالت میاد عوض سود زدن در بزنه؟ باشه بهش میگم، اما فکر نمیکنم اون یادش بمونه. چه خبره رضا؟ مگه نگفتم همیشه در بزن؟ آره راج بگه پسر، انگاری گفته بودی خیلی خوب ناچرتم هستم، برو تو این دفعه در میزنم یه بیرون، بذار بابات بفهمم سواد مفاد داری. جا بیرم دلعه برمار که ناچرشم. سلام، حالتون خوبه؟ متشکرم. سلام علیکم. سلام رضا، حالت چطور؟ ای به مرحمت شما، تو از جام پام شما شب لنگا رو میذارم سینه دیپ بالا دراز که شکر خدا رو میکنیم. حالا شب سیغه چی بخواستیم بزنیم راست خیابانو بریم تماشای شیرینکاری فرهاد نوکرش هم به خدا. میخوام وقتی میتینگ میده با حی حاضر باشیم و تماشاش کنیم. من میریم اونجا، شما هم بیاییم با ما بریم. ای به چشم نوکرت هم نوکر قطعای با معرفت ماشینیت هم هستیم به مالا. خانم ها و آقایان، خواهش میکنم نظم دادگاه رو رعایت کنید. آقای وکیل مدافع میتونن آخرین دفاع خودشون از متهم بیان کنن. بفرمایید. متشکرم. آقای وکیل، من تمام امیدم به شماست، به من و بچه های من رحم کنید. من یه عمر نون حلال خوردم، تو رگ و پوست بچه های من خون پاکه. اگه پولی دزدیده شده والا من خبر ندارم، والا به خدا من بیگناه. من وکیلتم پیرمرد، شغل من دفاع از حق و حقیقت. من تا اونجایی که قدرت دارم سعی میکنم بیگناهی تو ثابت کنم. ای هیکلا نگاه، لامصب عینه و آرتیست فیلمای سایقه بمونه. حضرت محترمم، من اینجا میخوام از مردی دفاع کنم که در کمال پاکی و صداقت به اتهام بی اساسی به زندان افتاده. رحم الله، نوکر لباسشم به مولا هر چی میگه راست میگه. ساکت، نوکرتم رئیس جون. عجب جذبه ای داره این اتهام. یک توطئه است یا یک سوء تفاهم من نمیدونم، ولی به یک چیز ایمان دارم و اون اینه که صداقت رو نمیشه محاکمه کرد. این مرد نمونه مجسمه صداقت هم، اون یک مرد صادقه. بلا به خدا راست میشه. آچه آخه نوکرتان راست میگه؟ من اون آقا رو میشناسم، اسمش صادقه. مینه اگه در نظم جلسه اخلال کنید دستور میدم فوراً بیرونتون کنم. اینجا هم نمیتونی ساکت بشی. من چی گفتم؟ بنابراین چون دلایل ارائه شده علیه موکل این جانب قاطع و استوار نیست، طبق بند 4 از ماده 20 نوکرت هم که اخلاقت هم 20ه، بعدت هم خواهد گفتی چرا اجده اونم 20ه، اصلا همه چیز به کل 20ه. اجازه میفرمان آقای رئیس. آقا رو به خارج راه نمایی تو نبیگی مشتی صحبت میکنه. بفرمی؟ خب من که چیزی نگفتم، فقط گفتم فرهاد راد یا اخلاقش 20ه، همه چیزش 20ه، هیکلش 20ه، لباسش 20ه، سالاریش هم 20ه. دامی چهار کلمه حرف بزنی جدی ستون بکنم بیرون. انگار رو پیشونی ما مورد اخراجی خورده. از مدرسه اخراج، از کار اخراج، از دادگاه اخراج. لا اله الا الله. حالا کی داره صحبت میکنه؟ نوکرشم به مالا. دست بزنی خلایم، اون وکیله رفیق منه. خب چی کار کنی؟ چمچنه من؟ من میگم اون رفیق منه. باید وقتی میاد بیرون نگاهش کنم چه سال آره؟ بلم کن آقا. خب حالا رفیق تو مثلا بفرمایی چه غلطی داره میکنه آقا؟ آنکه رفیق من غلط میکنه. گاتشانه بگید، حالا مشت. موقعیت تو رو تو اولی محاکمه تبریک میگم. متشکرم سر. من میدونستم موفق میشه، واسه همین قبلا حرفی به این جشن رو داده بودم. متشکرم مادر، خوشحالی من بیشتر از اینی که امشب تو خونه اون پیر مردم جشن و سروری برخواست. محشره، این پسره واقعا محشره، درست مثل پدر خدا بیامرزش میمونه. آره پسره همون پدره. نمیدونی چقدر قشنگ حرف میزده، من فقط بهت زده تماشاش میکردم. فقط تماشاش میکردی؟ پس چی؟ میخواستی بپرم و بغلش کنم؟ خب چرا نه؟
نگاه خودش اومد. بچه ها خلوت کردی؟ رضا رو ندیدی؟ هنوز نه. اونها شما؟ فرهاد، این پسر اینجا چیکار میکنه؟ این پسر بهترین و عزیزترین دوست منه جناب سرهنگ. خودتون میدونی که ما توی مدرسه درس خوندیم. من و رضا و دختر شما از بچگی با هم بزرگ شدیم. سلام علیک. تو نمیری شیری کاری. باور کن وقت تو کفرمو در میاری. امروز نبودی تو دادگاه چه علم شنگی رو انداختی. خب در عوض خودت میدونی که رضا چقدر دوستت داره. آره میدونم، ولی اون هرچی منو دوست داشته باشه مهم نیست، چون تو هر قلبی فقط یه عشق میتونه جا بگیره. تو قلب منم عشق فرهاد جا گرفت. خب بگو بگو حالا کجا بودی؟ کلم تری. آه اونجا با سی رفته بودی؟ رفته بودم. چی رفته بود؟ آه کرتم، من برده بودم بیرون در دادگاه، اونجا با یه نفر بگونگو کردم. چپ رو رفتیم تو شکم و راست رو تو چونه، زمین خورده نخورده یارو رفت رو همون پایین نیمده. چش باید کردیم دیدیم جلو افسر نگهبان نشست ما چند سر آمدیم. راستش من که نفهمیدم چی گفتی. خب بهم بیا فرم بری پیش ناسی، اونها اونجاست. آو اول بذار دو دوتا چارتا بشم. این از پیرن و اینم از کرواتا، اینم برق کفشا، اینم یه تارمو واسه چیشتر. کاری کن سر رضا رو گرم کنی، میخوام یه دقیقه با فرهاد حرف بزنم. سلام نازی خانم خوشگل. تو رو خدا نگاهش کن ببین چقدر خوشگله. انگار هر چی خوشگله تو کاسه کرامت خدا بودا به این داده شد. مواظب باش بابام اونجا بود. زیاد قصهش نخور، من میرم به بابا تو بقیه مهمونا برسم. آره بابا تو خوش میگذره مادر. آره پسرم چرا نموندی پیش نازی؟ آ مادر جز نازی مهمونای دیگه هم هستن. خب من به بقیه مهمونا میرسم، دلم میخواد تو پیش نازی باشی. چرا فرهاد حتی اگه زبونت به من دروغ بگه، چشمات نمیتونه به من دروغ بگه. این چشمات چشمای عاشق. مادر جون موزیک در تو اثر کرده، بهتره یه کمی برقصی. شوخی نکن فرهاد، منم نازی رو دوست دارم و خوشحال میشم که اون عروسم بشه. تو این میون خود نازی نقشی نداره. چرا؟ نقش اونم اینه که تو رو دوست داره. قایم موشک بازی دیگه بسته، مهم نیست کی اول بگه. اما بالاخره باید یکی حرف بزنه و راز دلشو بگه. آره اگه نه باریکلا. اما ما هر وقت اومدیم بگیم این دل نامطلب تیر خور بعد از دل کیه ها؟ دل برای میچاره. صحبت از دل نیست، از حرفایی که تو دل آدم میمونه و نمیتونه بگه. اوه انگار این طرفا ما هم درد داریم. پس نصیحتی که به نازی کردم به شما میکنم، حرفای دلتون رو کنی. درسته، اما حرف سر اینه که چطور آدم سفره دلش پیش شما خوشگلا وا بکنه. نگاه های اونو دیدی؟ حالا قبول میکنی که دوستم داره؟ آره خیلی دوستت داره. آره بادا چرا به هیچ نمیگی که تو هم دوستش داری؟ برو دهنه اینه میگن حرف هستم، هر کلمهش یه دنیا میارزه. نه نه آذر، اگه اون واقعا منو دوست داشته باشه میتونی بیاد خواستگاری؟ میتونه بیاد پیش پدرم و بگه که میخواد با من ازدواج بکنه. اه؟ بله میتونه بری خواستگاری، بری به پدرش بگی که میخوای باش ازدواج کنی. ازدواج؟ آره آره راست میگه. خب دیگه چه میخواه؟ مرد میخوای بارو گیلا؟ بعد که میبینه جلوی مهمونا خیت شده میگه معذرت میخواه. فرهاد هستم کومیدی من. فرهاد شا دادم برس اگه بدونی چی شده. من باز صحبت بکنم. همه چی رو واسهت گفتم، من خیلی وقت دوستش دارم، حالا این با اونه که بیاد خواست کاریم. حالا دیگه همه چی با خود فرهاده. تو میدونی تو 20 سالی که من تو رفیقیم، نه سواد تو، نه کم سوادی من، نه کار حسابی تو با زر و سامون تو، نه بیکاری من، هیچ کدوم نتونستم مرسم جدا کنم. دیگه واسه من همه چی شد. خب خلاصه کن چی میخوایی؟ سب کن یادم میره. خب مکان بخواه یادم بره. من تو چی؟ من خاطرخواه. خب کی هست؟ یه دختر مثل ما. خیلی خوشحالم پسر. خب اسمش چیه؟ ناکرشم به هم میگم. بگو ببینم واسه میگیریش. خب معلومه، قار میدی به جون خودت قسم. بابا بگو کلافه شده. سب کن نازی با. آره خیلی خاطرشه بخوام. خیلی میدونیم اگه دلمو زیر رو کنی هر ریزش داد میزنه که رضا خاطرخواه نازیه. اونم تو رو دوست داره؟ بله. آره پسر همین الان حرفاشو شنیدم، داشت به آذرم گفت که خاطر منو میخواد، میگفت که باز برم خواستگارش. همین الانه میگفت اینا رو شنافتم که رازمو گفتم و سفره دلمو وا کردم. خب یعنی چی؟ تو گفتی واسم میگیریش.
آخه تو که نمیدونی من چه حالی دارم، نمیدونی که دلم عینه و کفتر تیر خورده چطور پر پر میداره. تو که خاطرخواه نشدی بفهمی. از کجا میدونی؟ آیتام آره؟ آره منم عاشقم. جون من؟ پس جفتون با هم زن میگیرید. بگو ببینم دلت هوای چه کسی رو کرده؟ فراموشش کن. تو کرتم بگو چه کسی رو میخوای بگیری؟ نازی. چی؟ نازی؟ همین نازی خودم رو میگیری؟ آره. پس تو هم؟ من چی؟ تو هم خاطر خواهی نازی هست؟ کی اینو گفت سر؟ تو الان گفتی میخوای بگیریش؟ گفتم میخوام بگیرمش اما برای تو. ولی تو داشتی از خاطرخواهی خواهی صحبت میکردی. اون یه چیز دیگه هست، منم یه نفر دوست دارم اما نه نازی رو، یه نفر دیگه. هی خدا میدونی یه دفعه خیالم رسید تو میگی نازی رو دوست داری. اگه میگفتم چیکار میکردی؟ چیکار میکردم؟ به پس خود باز بفرمی. اگه تو نازی رو میخواستی احمیزشته میرفتم به مولا علی به تار مو به سار کشتی قسم. اگه ازش که نازی هلاک میشدم که دارم میشم همچی که لبتر میکردی میگفتی خاطرش میخوام دستشو میذاشتم تو دسته با موجوهای چشم زیر پای هر دوتونه جارو میکردم. باور کن حرفم. حرفتو باور میکنم بسید. برای اینکه اگه برای منم پیش میومد دختری رو که من دارم و درست مثل زندگی منه تو میخواستیش خودم برات میرفتم. آه غلط میکردم، غلط میکردم اون چیزی که تو باید چشتشی بهش نگاه بکنم. تو فقط نازی رو واسه من میگی دیگه هیچ چه دنیا نمیخوا. ده بگو واسه من میگیریش یا نه؟ چونه داشته تو بگو واسه من میگیریش یا نه؟ آره من جون تو رو قسم خوره. پس بدون حرف توش نداره. نو کرت. خوب گوش کن نازی. بگو میخوام پدرتو ببینم و باهاش حرف بزنم. البته نه اینجا. راجب چی هست میشه منم بدونم؟ اتفاقا راجب خودتون. راجب من؟ آره تو. خب هر وقت میخوای بیا. میخوای فردا بیا؟ اصلا میخوای همین امشب بیا؟ نه همون فردا خوبی. اصلا این خواهش کن منزل باشه اونم میام خدمت شون. ساعت 11 صبح. باشه عالی. چی شد؟ آذر جون من خیلی خوشحالم. اون فردا میخواد بیاد خواستگاری من. اون میخواد با من ازدواج کنی. میشه نمیشه. هیچ وقت باورم نمیشه. چطور فکر میکنیم من راضی میشم دخترم همسر رضا بشه؟ دلیلی نداره مخالفت کنیم. رضا و نازی سال هاست که همدیگر میشناسن. از بچگی رضا نازی رو دوست داره. دوست داره. تو خیال میکنی همین کافیه؟ میشم نمیشه. نه نمیشه. من نمیتونم دخترمو که با هزار زحمت بزرگ کردم فدای حواس یه بی‌طرفا کنم. رضا واقعا عاشق دختر شماست و من هر جور که شما بخواین و در حد شخصیت خانوادگی شما باشه براش عروسی میگیرم. هر کاری که بخواین میکنم. رضا و نازی با هم ازدواج کنن. نه پسر جون، صحبت این حرفا نیست. نه صحبت فقط اینه که داماد من باید حداقل اگه فقیره شخصیت داشته باشه. این پسره چی بگم؟ مثل این که تمام دنیا رو شوخی گرفته. نه داماد خوبیه برای من، نه شوهر مناسبی برای دخترم. اون اصلا هیچی نیست، هیچی. میفهمی؟ نه من میتونم با اون افتخار کنم، نه دخترم میتونه با اون متکی باشه. اشکال فقط همینه. این دوست شما رضا هیچی نیست، هیچی. بسیار خوب، مثل اینکه دیگه حرفی ندارید با هم بزنید. متشکرم. چیه مادر جون؟
بیرحم مادر. من خیال میکردم دوستم داری، خیال کردم اون به خاطر من میاد اینجا، به خاطر من و خودش. تو حق داری عزیزم. فرهاد به جونت و جونم رسیده به اینجا، آخه ناکرتم من انداختی تو ماشین آورده اینجا که چی؟ یک کلمه بگو چی شده؟ بهت گفتم رضا باشه یه وقت دیگه، من با سعی صحبتم هنوز تموم نشده. به من کلک نیا، صاف و پوسکنده هر چی شده بگو. به مود قسم اگه ناراحت بشم تو فقط بگو، بگو تا خیال من تخت تخت باشه. گفتی ناراحت نمیشی؟ آخه تو چرا اینقدر علکی خوشی بسته؟ توف به من تو نمیگه دیشب تو حالا اون هر چی گفته درست گفته فرهاد. وقتی تو حرف میزدی رفتم تو خودم و به خودم گفتم ای بسته تو کی هستی؟ اگه تو نباشی کجای این دنیای ورنگواز با میمونی؟ اگه بمیری چه کار حسابی کردی که رو سنگ قبرت بنویسن؟ سرمو تقسیم کردم، نخ دادم، رکاب گرفتم، دیدم هر فرص سرهنگ. اون راست میگه رفیق، من هیچی نیستم. ببینم سب کن سب کن سب کن، نصیحت هم نکن، نصیحت هم نکن، بذار رو پای خودم بایستم، بذار بخوره پس کلام بفهمم زندگی یه چیز دیگه است. بذار برام با زندگی رو به رو بشم. گوش کن رفیق، اونا راست میگن. حرف سرهنگ واسه من یه شیپور بود که اینه اون سور اسرافیل از خواب پروندم. من از این در میرم، میرم یه آدم دیگه ای بشم، میرم وقتی برمیگردم اینجا که این ریختی نباشم. اقلا تو بتونی بگی رفیق فیلون خیابونه نیست. سرهنگ بگو وقتی برمیگردم تو اون خونه که خودش به زبون خودش بگه ببان افتخار میکنه. آری میکنم که خودش بشمون بشه. من رفتم رفیق، خدا یاره. رضا، رضا، خدا حافظ. صداش نکن فرهاد، کم داره میره طرف زندگی، پس بذار بهش برسه. من حرفاتونو شنیدم بذارم، این برای رضا شانس بزرگی. خیلی خوب، حالا بیا سوار شو بریم. کجا؟ والا نمیدونم. راستش بعد چند ماه رضا امروز به هم تلفن کرده، گفته بریم ببینیمش. رضا؟ این همه وقت کجا بوده پس؟ دو نفر شما رو میخوام. متشکرم. رضا تو خودتی؟ به
فکر میکنم خودم باشم. ای پسر، تو خیلی حسابی شدی، میبینی؟ عجیبه، تو پاک عوض شدی. اصلا نمیدونم چی بگم، از خوشحالی بغض گلمو گرفته. لازم نیست چیزی بگی، فقط بازم مثل همیشه این منم که ازت خواهش میکنم یه بار میگردن. زود باش رضا، بیا. اومدم، فقط یه دقیقه فرهاد. تو تنها کسی هستی که من دارم و تنها کسی هستی که میدونی من نازی رو چقدر دوست دارم. ازت میخوام تا وقتی که من برمیگردم بازم مواظب نازی باشی، نذاری منو فراموش کنه، اونو برام نگه داری. خدا حافظ هر دوتا، منو فراموش نکن. من دوستش ندارم. چرا اون خیال میکنه که من عاشقشم؟ من باید اینو بهش بگم. جو برگونت چی کار داری میکنی بابا؟ به خدا این ماهه. بشین بابا، لم کردی بینم نگفته بودی نام زد. خب با اینیم دیگه، معلومه خیلی دوست داری. آخ خیلی. ماموریت جنگی به ما محول شده. امیدوارم با همکاری شما این ماموریت به نحو شایسته اجرا بشه. دسته یکم حاضر. دسته دوم حاضر. دسته سوم حاضر. ادوات حاضر. بسیار خوب، پیشبینی‌های لازم رو بکنید تا دستور ثانوی. بفرمایید. ای آقا رضا، به چی خیره شدی؟ چی رو داری نگاه میکنی؟ ببینم جمشید، میشه به من یه لطفی بکنی یا تنها بذاری؟ چی کار کنم؟ هیچی، فقط جیم شو. میخوام تو حال خودم باشم و کاغذ نازی رو تمام کنم. آو اینجا همش به یاد تو هم. به یاد تو و فرهاد. اگه واسم نامه بنویسی درست مثل این میمونه که به یه تشنه توی بیابون ما به خونک رسوندی و جیگرشو صفا دادی. خلاصه یه نامه تو واسه من یه زندگی، چیزیه که باعث میشه من زنده بمونم و برگردم پیش تو. این بار دهمه که این نامه رو میخونی فرهاد. چه فایده؟ نازی گفته جوابشو نمیده، میخواد چشمای اونو باز کنه تا حقیقت رو بفهم. من فکر میکنم نازی راست میگه. راست میگه مادر؟ بابا تو چرا این حرفو میزنی؟ رضا صدها فرسنگ از ما دوره. تو بر بیابون اون هیچ دلخوشی نداره به جز خیال نازی. چطوری میخواین اونو ازش بگیرید؟ اون چه تقصیری داره که عاشق نازی شده؟ قلب با صفای اون چه گناهی کرده که باید تو آتش همچی عشقی بسوزه؟ این بیرحمیه مادر. تو و نازی هر چی میخواین بگین، اما من میگم این بیرحمیه. حتی خیال خوشم میخواین از اون بیچاره بگیرید. من برات متاسفم رفیق. دنیای ما دنیای بی‌انصافی، اما من نمیذارم تو انتظار یک کاغذ حسرت بکشی. نمیذارم. کاغذ نازی حتما به دست تو میرسه. ولی مگه نازی نگفته به نامش جواب نمیده؟ اون جواب نمیده مادر، اما من میدم. من عوض نازی جواب میدم و اسم نازی رو زیرش مینویسم. ساکن ببینم. یه دفترچه نازی به من داده بود که توش یه مش شعر نوشته بود. میدونی اون کجاست؟ آره، تو کشوی اون کمدی. خوب شد، خیلی خوب شد. کشوی بالایی. آها، پیداش کردم. آره مادر، خیال نمی کنم زیاد سخت باشه. چی کار داری میکنی؟ من کاری نمی کنم مادر.
نازی داره برای رضا نامه می‌نویسه. قول میدم همچین خطش رو تقلید بکنم که خودشم نفهمه. افراد گوش به فرمان من، آماده؟ شش دقیقه برپا ببندید از دید قفل. سه، نو، یک حاضر. Thank you.
آوردی. سلام تلگراف خانم. مرسی آقا، یه تلگراف اومده. بدش بگم. باور نکردنی. آره مادر، باور نکردنی، اما اون مرده. رضا مرده. گفتی از طرف کی اومده؟ ببخشید، من از طرف نامزد خانم نازی. نامزدش؟ بله، صدفان رضا. من برای خانم نامه آوردم. بله خودشونم. سلام خانم، من روز پرواز شما رو تو فرودگاه دیدم. من البته شما منو ندیدین. این نامه رو رضا داد بدم به شما. قول داده بودم در اولین فرصت به دستتون برنم. بفرمایید. ببخشید خانم، من باید مرخص بشم چون باید هرچه زودتر به فرودگاه برسم. با اجازه شما، خدا نگهدار. راستی فراموش کردم بگم، رضا یه پیغام شفایی هم براتون فرستاده بود. اون گفت به شما بگم که خیلی خاطرتون رو میخواد. بله درست همین جمله رو گفت. معذرت میخوام. خدا حافظ. حتما این پسر خیال میکرده داره امتحان حساب هندسه پس میده. چطوری و شفاییش کرده. اینم یه مد جدیده. کدوم؟ چه میدونم؟ همین که دخترها رو نامزد میکنن و پدر مادرها خبر ندارن. ولی خود منم از حرفای اون آقا سر در نیاوردم. درست مثل من. به هر حال شفاییش که خیلی بد بود. بذار ببینم تو چطویش چه غلطی کرده. سلام نازی، نمیدونم امشب سحر میشی یا نه، و اگه سحر بشه من زنده میانم. اما چه زنده باشم چه نباشم، چه سپیده بزنه یا شب برای همیشه تاریک بمونه، این دل زبون بسته منه که واسه تو میزنه. و اگه زنده بمونم خاطر جمع باش که این همون یه دونه کاغذ تو بود که من زنده نگه داشت. و اندازه تمام ریکای ریز درشت این کودش تو زنده رضا. سردار نمیرم. این مزخرفات چیه؟ از من میپرسیم بیدم. بس از کی بپرسم؟ از باقبون؟ اون برای تو نامه نوشته که واسش نامه نوشتی؟ من براش نامه ننوشتم. پس کدوم احمق این نامه رو نوشته؟ من نوشتم. اون احمقی که اون نامه رو نوشته منم. تو؟ آره من. میدونین برای چی؟ برای اینکه تنها چیزی که یک آدمو میکشه تنهاییه، یعنی تنهایی دلش. و دل رضا تنها بود. درسته اون اشتباه کرده بود. اون از اول نمایستی دل به عشق دختر شما میبست. اما کار دل به حساب و کتاب و ضرب و تقسیم نیست. اون عاشق نازی شده بود و خیال میکرد که نازی امونو دوست داره. رضا تلاش کرد تا همون چیزی بشه که شما میخوای و شد. اما تو بیابو، تو قربت، زیر رگبار گلوله، قلبش تو انتظار یک نامه بود. نامه نازی.
ولی نازی نمیخواست بهش جواب بده. با من که دیدم نمیتونم ببینم تو انتظار یک جواب بمیره. از قول نازی به نام رضا جواب دادم. تو به چه جرأت این کار کردی؟ خیلی خوب من این کارو کردم، حالا میخوای اعدامم بکنی؟ خب بکن، اما از طرف رضا خیالتون راحت باشه، مرغ دل عاشق اون دیگه طرف دختر شما پر نمیکشه. برای اینکه این مرغ دیگه پرهاش شکست، رضا مرد. اینم خبرش، بخونید. مگه بهتون نگفتن ایشون نیست؟ من میدونم که اصلا، و تا وقتی که باهاش صحبت نکنم از این خونه بیرون نمیرم. اینجا چه خبره؟ بالاخره پیداتون شد. خیلی تلاش کردم تا دیدمتون. خب مسئولت از این دیدن. من میخوام از پسرم دفاع کنیم. این شرط پر وکیله. چرا من؟ من خودم شعورم میرسه که وکلای دیگه‌م هستن و احتیاجی نداشتم بیام اینجا تا تو بهم بگی. اومدی با من دعوا کنی؟ نه، اومدم وادارت کنم ازش دفاع کنی. من دیگه کار نمیکنم، نه برای تو، نه برای هیچ کس دیگه. چرا؟ برای اینکه اون دوستت کشته شده. اینطوری راجع به اون صحبت نکن. تو حق نداری راجع به اون حرفی بزنی. از چطوری صحبت کنم؟ من میدونم که رضا دوست تو بوده. میدونم که هر دوتون هم دیگر دوست داشتی. میدونم که قلبت عزاداره. اینا رو پسرم بهم گفت. اون تو رو میشناسه، هم تو رو هم رضا رو. شما منو میشناسین، هم شاگردی و دوست تو بوده. اسمش چی؟ قاسم. آه. آره. حالش چطوره؟ چیزا. به انتهام یه قدس دونی آقا. اون منو فرستاد پیش شما. اون بیگناهه، من نتونستم براش وکیل بگیرم. خب من کمکت میکنم تا براش وکیل بگیری. پسرم تو رو میخواد، نمیدونم برای چی. حتی معتقدم که تو تشخیص خودش اشتباه میکنه. تو هیچ نیستی. خیال میکنی اون راضیه که تو این بلا رو سر خودت بیاری؟ به من بگو تو و رضا فرقتون چیه؟ راحتم بذار پیره مرد. تو با رضا هیچ فرقی نداری، تو هم مردی. من نمیتونم پیره مرد. چرا نمیخوای قبول کنی؟ باور کن نمیتونم. باید بتونی، باید بخوای که بتونی. پسر من چشم امیدش به تو، اونم دوست توه، درست مثل رضا. فقط فکر کنید اتفاق برای رضا افتاده و اون رضاست که به کمک تو احتیاج داره. این کارو بگو، خواهش میکنم. به روح رضا قسمت میدم پسرمو کمکش کن. قاسم به من رو نجات بده. شما میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. با اجازه ریاست محترم دادگاه سوالات خودم رو شروع میکنم. لطفاً بفرمایید تو اون مهمونی که قتل اتفاق افتاد شما حضور داشتید؟ بله. شما شهادت دادین اون چند وقتی که از اتاق اومدین بیرون در انتهای باغ قاسم رو دیدین که با مقتول گلاویز شده؟ بله، من اینو گفتم. اون شب همه مشروبم خورده بودین؟ بله. شما خودتون به اندازه نیم بطر خورده بودین؟ والا بله خورده بودین. یک بطر شده. خب ممکنه. شما همیشه اینک میزنین؟ والا یه خورده چشمام اوضاعش خرابه. باغ اون خونه ای که اون شب توش بودین چراغ هم داره؟ مثل اینکه یه لامپ فقط تو ایوانش بود. خب به من بگید ببینم آقا، وقتی شما یک بطر مشروب خورده باشین، وقتی که چشماتون به زحمت قادر ببینین، وقتی که محیط تقریبا تاریکه، چطور با اون چشمایی که خودتون میگین اوضاعش خرابه با اطمینان و با صراحت جواب دادین که قاسم و مقتول رو دیدین گلاویز هستن؟ ولی من اینو دیدم. مطمئن هستین که اشتباه نکردین؟ ولی من دیدم. ولی ممکنه اشتباه کرده باشین، درسته؟ مگه نه؟ جواب بده مرد، ممکن نیست اشتباه کرده باشین؟ بله ممکنه. از
از ایشون سوالی ندارم. درسته که شما قاسم رو دوست داشتی؟ داره دیگه، وقتی میخواد میخواد دیگه، شعر گفتی. حالا چی؟ میخوام سر به تنش نباشه. برای چی؟ نالوتیه، یه حوز از زیر قول و قرارش فلنگ و بزرف و شنی بلنده ریخ رو آشان از این موضوع ناراحت. خب آره، برای همین شهادت دارین که وقتی قاسم از اتاق میرفت بیرون چاقو رو مخفیانه از میز برداشت؟ مخفیانه یعنی چی؟ یعنی یواشکی. آره ما گفتی. آیا ممکنه این شهادت از روی بوکس و کیه داده باشین؟ این طرز سوال صحیح نیست آقای رئیس. اعتراض وارده. بسیار خوب آقای رئیس، طور دیگه ای سوال میکنم. آیا به جز شما کس دیگه ای متوجه برداشتن چاقو توسط قاسم شد؟ خب شاید شده باشم، کور که نبودم. پس قاسم چاقو رو مخفیانه برنداشت؟ نمیدونم. شما دنبال قاسم رفتید؟ آره آره. برای چی؟ واسه اینکه می‌خواستیم بیافتیم رو دست و پاش، شاید زنه رو ول کنه. تونستین این کارو بکنین؟ نه، واسه اینکه اکبر بی کله داشت میمد بیرون نمی‌شد. اون وقت قاسم کجا بود؟ رفته بود واسه با خربوزه بیاره، وقتی ما دیدیمش تو آشپزخونه. چاقو هم دستش بود؟ نه، اونو گذاشت رو میز آشپزخونه. فکر میکنین اگه یه نفر بخواد کسی رو بکشه، اول میره تو آشپزخونه شکمشو سیر کنه، بعد میره دنبال کشتن؟ والا فقط بگین آره یا نه. خب فقط جواب بدین. دیدم خولم نکن الان میگم دیگه. بسیار خوب، آره یا نه؟ لا اله الا الله، عجب بدبینه یا. لطفا ساکت، جواب منو ندادی. خب نه، از ایشون سوالی ندارم. تو اسمت اکبره؟ بله قربون. اون شب وقتی قاسم رفت تو آشپزخونه، تو رفتی دنبالش؟ چرا؟ من دنبالش نرفتم، داشتم میرفتم واسه چیز دیگه، میفهمی که؟ آره میفهمم. تو در حدود یک ماه پیش با مقتول دعوا کرده بودی. آره یه جزمی، اما برای تو جزئی نبود، چون ازش کتک خورده بودی. اون با نامردی منو زد، ولی آبرو تو محل برده بود، درسته؟ حالا بگی که چی؟ فقط پرسیدم. شنیدم بعد از داد و فریاد و قتل تو آخرین نفری بودی که بالای سر مقتول بودی. چرا؟ واسه این که من تو چیز بودم، میفهمی که؟ آره میفهمم، اما آستین پیرهنت خیس از آفتاب آبریخ روش. تو از مقتول خوشت نمیومد؟ زیاد نه. درسته، بایدم خوشت نمیومد، اون تو رو کتک زده بود. اینقدر اینو نگو. چرا؟ احساس کوچکی میکنی؟ من رو دست خودم مردی سراغ نهرم. اما مقتول تو رو زده بود. بله با نامردی. ولی یه بود. گفتم با نامردی. مردی یا نامردی فرقی نمیکنه، تو کتک خورده بودی. اون نامرد ناغافل هم پس خیلی نامردی کرده. پس چی؟ ناغافل حمله کردن کار لوتیا نیست. پس چی که نیست؟ اونم لوتی نبود. این پستیه، نامردیه، بزدلیه که بی هوا به تو حمله کرده. آره پس تو هم خوب کاری کرده که به نامردی کشتیش. آره پس چی؟ باز میکشتم. ادامه باید نمشتیش، این کارو کرد. من نه. تو چی؟ تو بعد از قاسم اومدی بیرون، کاردی رو که اون برده بود خربزه به بره برداشتی، مقتول رفته بوده دستشویی، و تو کتک هایی رو که خورده بودی یک مرتبه یادت افتاد و بعد اونو کشتیش. من اونو کشتیش، درسته؟ کشتیش و آستین خونی تو شستی، مگه نه؟ اون حقش بود، اون پنجمن سکه یه پول کرده بود، اون حقش بود، اون حقش بود که بمیره. مگه نه؟ آره شاید حق با تو باشه، گاهی پدرم غیر قابل تحمله. وقتی تو روزنامه خوندم که از قاسم دفاع میکنی خوشحال شدم، شنیده بودم تو خونت هستی و نمیدونی اینقدر خوشحالم که اگه با تمام مردم دنیا خوشحالیمو قسمت کنم و همشون قش میکنن از خوشحالی. شنیدم خبرایی؟ پس چی؟ اونم چه جور؟ امروز فرهاد میخواد بیاد خواستگاری من، فکر میکنم تا نیم ساعت دیگه پیداش بشه. قربونت برم، میخوام تو هم باشی کمکم کنی. فرهاد جون من حاضرم.
به به مادر خوشگل خودم. ببینم تو که از عروس خودتو خوشگلتر کردی. جانم جان، خب را بیا بریم که خیلی عجب دارم. گفتم رفیق خواهش میکنم، خواهش میکنم برای یه وقت دیگه بیا. من تو 40 سال دیگه وقت مردن ندارم. اونم زد قدشو گفت هی داشت رضا جمانه تو عشقه، دمت کم، گردوی حضرتت بود. کلاغ شطور سواره. گفت 40 سال دیگه خدمت میرسم. جعده رو داد دمشو هی کرد و رفت. سلام مادر قشنگه نوکرت. خدا مادری کمت نکنه. بس دیگه مادر، حالا یه دقیقه قرضش بده به من. خب بگو ببینم چطور شده بود، چه بلایی سرت اومده بود. نمیدونی چه خبری ماشه. خبر بی خبر نوکرت. میبینی که هنوز زنده. رضا امروز بهترین روز زندگی منه. همینطور مال من که تو رو دیدم. یه دقیقه بعدم میرم نازی رو میبینم. راستی ببینم نازی حالش چطوره؟ خوبه؟ هنوزم منو دوست داره. اما تو گفته بودی که نمیذاری کسی بین ما قرار بگیره. الانم کسی بین شما ها نیست. قربونت برم رفیق جون، بزن قدش که بریم پیش نازی جون. لباسات در آماده جون. سلام. تنهایی؟ نه، با عزت یه نفر همراشه. رضا. جون رضا. پدر. برو تو رسش. پدر. خودشه بابا، خودشه. آه رضا، پسرم حالت چطوره؟ وای که چه خبرهای بدی ما شنیدیم. نگاش کن چی شده. یه پارچه آقا، یه آقای حسابی، سرباز شجاع وطن. میدونی چه خبرهای از تو به ما دادن؟ آره میدونم. ما میبینی که هنوز زندم. میدونی چه چیزی باعث شد من زنده بمونم؟ اسم قشنگ تو رو، اون نامی پر از مهر و محبتی که برام نوشتی. نامی؟ همون نامی که دادی من پست کردم و میگه نامی؟ آه آره آه ولی نه نه، این خواست خدا بود پسرم. خب بیا بشین. بیا نه تعریف کن. من یه قرار دارم رزه جون، میرم به همش بزنم، زود برمیگردم پیشت. خیلی خوب، اما زود برگردی ها؟ حتما. تو معلوم هست چی داری میگی؟ من که سردر نمیارم. من حرفمو زدم مادر، همین. ولی تو فکر منو نمی کنی. فکر آرزوهای یه مادر رو، یه مادر که دلش میخواد عروس داشته باشه، نوه داشته باشه و خوشبختی بچهشو به چشم ببینه. تو این فکرها رو نمی کنی. آخه چی رو فکر کنم مادر؟ فایده ای نداره. چرا اصرار می کنی؟ من بهت گفتم دیگه همه چیزو فراموش کن. من با نازی ازدواج نمی کنم. آخه چرا؟ فراموش کن نازی، همه چیزو. خیال می کنی آسونه؟ اگه من بخوام چیزی رو فراموش کنم باید همه این سالای زندگیمو فراموش کنم. این به نظر تو آسونه؟ آسون یا سخت ما مجبوریم این کارو بکنیم. شاید حق با تو باشه، یعنی حتما حق با توی. خود منم همین خیال رو میکردم. میدونی من درست نمیدونم، ما واسه هم ساخته نشدیم، یعنی به درد هم نمیخوریم.
خب شاید همش یه عادت بوده. آره آره حتما همینطوره. خب ما به هم عادت کردیم دیگه، یعنی از بچگی. آدم مگه دیوونه است که فقط بیاد به خاطر یه عادت ازدواج بکنه؟ میدونی من ممکنه زن پسر عمون بشم، اون یه مهندسه خیلی هم خوشتیپه، یا زن پسر خالم، اونم اومده بود خواستگاری من، دوتا پاشو کرده بود توی یه کفش که من نازی رو میخوام. تازه من خیلی خواستگاره دیگه هم دارم، شاید 10 تا، نه 20 تا، نه 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 شاید هم 50 تا بشن، نمیدونم، اصلا نمیدونم، شاید هم برسن به 100 تا. خیلی خوب، سر کدوماشون بشن؟ اما من میگم پسر خالم یا پسر عمون، اونا چطورن؟ من که خیلی دوستشون دارم، تو میگی زن کدومشون بشن؟ ها جوابمو بده. ناز بهتره همدیگه رو گول نزدیم. فرهاد هنوز نیمه؟ پیداش میشه. آنه اصل کن، تو فرهاد نیاد نمیشه. خیلی خوب، فرهاد هم میاد، حالا کیک رو ببرید. نه نمیشه، شاید اصلا فرهاد نیومد. دست میگرد. شاید اصلا نیاد ها؟ دیر اومدی اما باشه، یاد تو همه جا با منو نازی هست، ولی حالا که اومدی خوش اومد. این دو شاخه گلو نشونه تمام خرمنهای گل دنیا حساب کنیم، برای اینکه همه‌شو نمی‌تونستم بیارم، شاید این بهتر باشه. این گلا رو نشونه محبتی بدونید که بینتون بود. قربون این دستم برم، بیا کمک کن که دو تایی ما سرمون نمی‌رسه. حتی بیا دیگه محترش تکما رو چلو. خب حالا هر سه با هم چکم می‌بره. آخه چرا من؟ پس کمک کنید سنم داریم. بیا زد، گوش کن دوست من، این کلید یه ویلا تو شماله، این هدیه عروسی و محل ماها اصلتون. تازه خریدیش؟ آره برای عروسی. یعنی عروسی تو. بگیرش، خواهش میکنم. خیلی خوب، نگرشتر با هم میریم دیگه، پیش من گم میشه. با هم؟ شما باید بریم ماها اصلت. خیلی سب کنم ببینم، مگه تو میخوایی ما رو تنها بذاری؟ یه عروس داماد باید تنها باشه. آه نه نمیشه، مگه میشه نازی؟ نه اصلا نمیشه فرد، حرفشم بزن. راستی چرا رقص و افتتاح نمی کنیم؟ یالا دیگه، یالا مشغول شید، برقصیم. پنهون نکردی. من مادری هستم که همه چیز راجع به دخترم میدونم. نازی من میدونم که تو رضا رو دوست نداری و فرهاد رو دوست داری. خودت به من گفتی به خاطر حرف فرهاد راضی به این ازدواج شدی. منظور چیه مادر؟ میدونی مشهوره که بالاتر از عشق هیچی نیست، ولی اونایی که اینو میگن اشتباه میکنن. بالاتر از عشق یه چیز دیگه هم هست دخترم، هست. آره وظیفه. ببین مهم این نیست که یه دختر به عشقش نرسه،
مهم اینه که وقتی ازدواج میکنه وظیفه خودشو میشناسه یا نه. تو الان شوهر داری ولی وظیفه تو منحصر به شوهرت نیست. وظیفه تو در مقابل دنیایی که در اون زندگی میکنی. تو باید یه لحظه به خودت بیای و فکر کنی، واقعا نتیجه گیری کنی که آیا میتونی یکی از عاملین اصلی این زندگی باشی. اگه میتونی خب راهتو بگیر و برو، راهی که هم مادرتو خوشحال کرده هم پدرت به وجود دختری مثل تو افتخار کنه. اگرم نه، از همین حالا که هنوز سنگ هیچ بنایی برای این زندگی مشترک گذاشته نشده از زیر شونه خالی کن، خودتو خلاص کن. ببین دختر جون، مهمی نیست که با رضا به خاطر خواسته های فرهاد ازدواج کردی، مهم اینه که اونو به خاطر خودش دوست داشته باشی و به خاطر وظیفه زن و شوهرت خوشبختش کنی. چرا گریه میکنی دختر؟ آدم که شب عروسیش گریه نمیکنه. پاک کن چشمتو، پاک کن، عوضش به این بگو چه دوستم داری. خیلی دوست دارم رضا، دوست دارم با تمام اون صفایی که فقط تو قلب یه بچه میتونه باشه. آخ که چه لطفی. سب کنی از ماه عسل اومد تو نرفتی ببینیش، ولی حالا که خونشو عوض کرده اقلا برو دیدنش. آخه خوب مادر، ممکنه راجع به چیز دیگه ای صحبت کنی؟ بله، بازم رساس جوابشو خودت میدونی؟ نیستن منزه، نیستن. از وقتی که برگشتیم الان 100 دفعه بهش تلفن زدم، چند مرتبه خونش رفتم، اما اون رو پنهون میکنه. حتی یه دفعه تو خیابون دیدمش، صداش کردم، اون منو دید اما انگار نه انگار که منو میشناسه. گاز داد به ماشین رفت. فراموش کن عزیزم، فراموش کن. بیبیش نه، نمیشه. اما مطمئنم چون تو خونه بود. من میرم اونجا. سلام.
سلام. فرهاد است؟ نه خیر نیستم. خیلی خوب، اشکالی نداره، منتظرش میشم. کی بود؟ منم. آره، همون احمقی که خیال میکنه وفا هنوز ارج و قربی داره. بهت گفتن که من هستم؟ نه، گفتم نیستی. آخه چرا از من فرار میکنی؟ فرار؟ نه، من فقط کمی گرفتارم. همین؟ این علت کوچیکی نیست. هر کی باید به زندگیش برسه. من خودم هزار جور گرفتاری دارم. ما دیگه بچه نیستیم که دائم بشینیم و چرت و پرت بگیم. من باید به فکر زندگیم، به فکر کارم، به فکر موکلینم باشم. آره، راست میگی. به فکر زندگیت باش. دور پدر رفاقت، رفیق چیه، محبت چیه، دوستی چیه؟ اینا میوه های گندیده یه که به هیچ دردی نمیخورم. توف به این دنیا. آدم با این دوتا چشم چه بی‌معرفتی تو این دنیا که نمیبینه. من کله پوکی باش که خیال میکردم تو عوض بشو نیستی. خیلی خوب، اما تو بمون این میز تو گرفتاریات. خدا نگه دارت. خدا حافظ. خودتو ناراحت نکن. چرا اینقدر خودتو میخوری؟ وقتی اون برای تو قیافه میگیره، وقتی اون نمیخواد دوست تو باشه، تو چه اصراری داری؟ از صبح تا حالا یه بند داری از اون شکایت میکنی؟ یالا یالا سرکار، یه لبخند بزن که دلم دومین نامه ایست که در ظرف این دو روزه از اینجا برات می نویسم. با اینکه ممکنه تا چند روز دیگه کار من تموم بشه و پیشت برگردم، اما از همین حالا احساس می کنم که دیگه حتی یک لحظه طاقت دوری تو رو ندارم. وقتی چشمای اشک‌آلود تو رو در ایستگاه راه‌آهن دیدم، دلم لرزید. واقعا دلم لرزید. اگه مسئله مهمی پیش نمی اومد، غیر ممکن بود تو رو تنها بذارم. اگه تونستی حتما برام نامه بنویس تا از خوشحالی عرشو سیر کنم. در ضمن نه، این نامه رو نخون. این نامه رو کی نوشته؟ من نمیدونم، من نخوندمش. کی نوشته؟ الو؟ الو، بله بفرمایید. سلام علیکم. متشکرم، حال شما چطوره؟ معذرت میخوام سروان، من و شوهرم همین الان میاییم. بله بله بله، خداحافظ. چرا یه دفعه اینطوری شدی؟ یه دفعه؟ آره راست میگی، من حتما دیوونم. بی خودی حالم عوض میشه، بی خودی. داری طعنه میزنی؟ طعنه؟ به کی؟ به تو؟ نه، چه طعنه‌ای میتونم بهت بزنم؟ این من بودم که دنبال تو آمدم در میون رگبار مسلسلها. این امید زنده بودم که اینا چیه داری میگی؟ حقیقت اینو که فرسنگ خواه از اون فاصله داری. رضا، من تا به حال بهت دروغ نگفتم. آخ، چقدر بده که آدم دو کسی رو دوست داشته باشه، چون حتی وقتی دروغ هم میشنوه نمیتونه بگه دروغ. کدوم دروغ رضا؟ این نامه رو کی نوشته؟ هر کی نوشته مهمی؟ مهم نیست؟ و چرا تا به حال نگرش داشته بودی؟ من فراموش کرده بودم. آه، باور میکنم تو خیلی چیزا رو فراموش میکنی. یکی از من منم. آره؟ رضا آه، بس زده که من نگاه کن، اون چشات گولم میزده.
میفهمم چقدر آدم احمقیه. خواهش میکنم، خواهش میکنم نازی، فقط بگو نامه رو کی نوشته. این درد ما رو میکشه. من فقط میخوام بدونم اون مرد چی بوده. تو خیلی آدم احمق و خوشباوری مرد. رضا یکی از نامه های تو رو دیده، پیدا کردن نویسنده این نامه براش مثل یه قده سرطانی شده که داره دیوونش میکنه. دیشبم اصلا خونه نیومده. ممکنه کجا باشه؟ نمیدونم. من رضا رو دوست دارم. الان اون مرد زندگی منه و من نمیخوام اونو از دست بدم. میدونی؟ اون حتی باید انتظار یه خبر خوش هم داشته باشه. اون پدر بچه ای منه. خب تو فعلا بیا برو خونه، خیالت راحت باشه. شاید من تونستم یه کاری کردم. وقتی برگشت به من تلفن کن، بیام اونجا. خب اگه تو بیای چی کار میتونی بکنی ها؟ میتونم حقیقت رو بهش بگم، این بهترین راه حل ممکنه. اگه از من به کلی متنفر بشه، اقلا میفهمی که تو زن نجیب و پاکی براش بودی. تو برو نازی، برو خیالت راحت باشه، من درستش میکنم. خداحافظ فرد. تلفنی؟ خیلی خوب نازی، نگران نباش، مشکل حل شد. آره تو حرفمو گوش کن، ما الان میتونیم از مرکز تاکسی تلفنی سوال کنیم مقصد اون تاکسی که رضا رو برده کجاست.
ببخشید الان چه هواپیمایی پرواز میکنه؟ تا 8 دقیقه دیگه هواپیمای شرکت آریان. خیلی متشکرم. کجا آقا؟ برو فرودگاه. چرا هست؟ اما تو فقط یه دقیقه بذار من حرف بزنم. رضا خیلی متشکر. بیاده داشت پول خورد ندارم. آقا صاحب کنیم بقیه پولتون رو بدم. این خیلی زیاده. مهم نیست. خدا حافظ. تو باید میگفتی اون مرد کیه؟ بپرسی که چی به سر من آمد. ازش بپرس. ازش بپرس اون نامه رو کی نوشته. لازم نیست ازش بپرسم. خودم اینو میدونم. تو میدونی؟ پس به منم بگو رفیق. بگو منم بدونم. اون نامه رو من نوشتم. تو؟ نه این حقیقت نداره. این دروغ. نه رضا دروغ نیست. این حقیقت. گوش کن تا برات بگیم. اون وقت عشقم و فدای دوستیم کردم. حتی درها رو به روی خودم بستم تا از زندگی شما دوتا دور باشم. و تو از این بابت از من رنجیدی مگه نه؟ ولی من چیزی نگفتم. این حقیقت به اضافه یه چیز دیگه. نازی مثل یک فرشته پاک و بیگنه. اینو به دوستیمون قسم میخورم. خب پس تو به من رحم کردی ها؟ نه رفیق. من از کسی صدقه نمیگیرم. این وسط کسی که میره منم. تو بهتر از من میتونی نازی رو خوشبخت کنی. رضا چه برای سر خودت آوردی؟ چرا یه مرتبه اینطوری شدی؟ تصادف کردم. نتونستم وایسم. ترسیدم تو بری و نتونم دیگه پیدات کنم و حقیقت رو بهت بگم. آخ چقدر سوار شدم. رفیق تو جگر منو با آتیش کشیدی. ما خیلی وقت با هم حرف نزدیم بچه ها مگه نه؟ مثل همیشه ستایی با همیشه کیفی داره. نه رضا تو سازت همراهته؟ آره. اون آهنگو که همیشه میزدی دلم میخواد بازم برام بزنی. فرح جون آروم باش. من آرومم. آرومم. خیلی آرومم. فقط اون آهنگو بزن. همون که من دوست دارم. میخوام آروم تر بشم.
دارم میخندم، دارم میخندم فرهاد جون. بسم نانای بسم.